یک سری زمانها توی USCIS یا همون اداره مهاجرت و شهروندی آمریکا تعریف شده که مثلا شما یه سری اقدامات رو قبل از اون زمان نمیتونید انجام بدید، یا مثلا تا یه مدت زمانی به شما فرصت میدن تا یه سری کارها رو انجام بدید و این اعداد بسیار متنوع هستش، از یک هفته هست، 10 روز هست، تا مثلا 6 ماه. من توی این ویدیو میخوام به تفکیک راجع به این روزها و این تایملاین ها براتون صحبت بکنم، تا اگه خواستی برای گرین کارت اقدام بکنید یا برای تغییر استاتوس یا برای در واقع اقدام برای ویزا یا برای اینجور کارها بدونید که چه زمانهایی رو باید مد نظرتون قرار بدید و اون زمانها رو میس نکنید. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. سلام دوستان، من مسعود هستم و خیلی خوش آمدید به کانال ما در USA. توی این کانال میتونید ویدیوهای مختلفی در مورد گرفتن وقت سفارت، گرفتن ویزا، مسافرت و مهاجرت به آمریکا، گرفتن گرین کارت و در نهایت ساختن زندگی مناسب و ایدال در آمریکا و به تازگی نوشتن مقاله، تمام فوتوفنهاش از اول تا انتها رو پیدا بکنید. پس اگه این اولین بار هستش که از کانال من دیدن میکنید، لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله کانالش رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید من جا نمونید. علاوه بر این اگه سوالی داشته یا نیاز به مشورت مستقیم من داشتید، میتونید دکمه جوین رو بزنید و ممبر کانال من بشید. علاوه بر همه اینها من یک کانال تلگرام دارم و یک پیج اینستاگرام که آدرسش رو این پایین میذارم و خوشحال میشم که اونجا هم شما رو همراه خودم داشته باشم. حالا بریم سر موضوع امروز خودمون که زمانهای مهم در USCIS هستش. اولین زمان مهم در واقع زمان 90 روز هستش یا قانون 90 روز که من قبلا یک ویدیو در موردش ضبط کردم، لینکش رو این بالا میذارم. اما به صورت خلاصه این قانون میگه که اگر شما با ویزای غیر مهاجرتی وارد آمریکا شدید، تا 90 روز حق ندارید که اقدامات مهاجرتی انجام بدید و اگر این کار انجام بدید، آفیسر میتونه در واقع اون ویزای شما رو باطل بکنه، اون اقدام مهاجرتی شما رو هم رد بکنه و مجبور شید که شما از آمریکا خارج بشید. این خیلی ریزکاری های زیادی داره. من توصیه میکنم حتما اون ویدیو رو ببینید تا یه وقتی در واقع مشکلی براتون پیش نیاد، برای استاتوستون، برای کار دانشجوییتون، برای کار پستاکتون اگه اومدید، برای این کاراتون مشکلی پیش نیاد. زمان مهم بعدی اون زمان 180 روز هستش که شما اگر که از طریق حالا EB1 اقدام کرده باشید برای گرین کارت و اگه 140 تون پندینگ باشه، بعد اجازه بدید که 180 روز بگذره، یا اگر که 485 شما پندینگ هست اجازه بدید که 180 روز بگذره و بعد کار خودتون رو تغییر بدید. و قبل از این زمانها میتونه در واقع اون کسی که برای شما به عنوان اسپانسر اومده اقدام کرده برای گرین کارت، میتونه درخواست خودش رو پس بگیره. حالا من توضیحات کامل این 180 روز رو دقت بکنید، 180 روز رو هم توی یه ویدیو دادم کامل که لینکش رو این بالا میذارم و میتونید برید اونجا با دقت بخونید که چه جزئیاتی رو داره. مورد سوم که حائز اهمیت هستش، یه قانونه، یه مدت زمان 30 روز و 60 روز داریم که گریس پریود هستش، که زمانی هستش که به شما به هر دلیلی استاتوس قانونی موندن خودتون در آمریکا رو از دست بدید، حالا استاتوستون تموم شده باشه و برای گرین کارت اقدام نکرده باشید، یا مثلا استاتوستون هنوز ولید بوده ولی اومدید برای 485 اقدام کردید و از EAD اون استفاده کردید و بعد حالا مثلا 485 رد شده و دیگه شما استاتوس قانونی برای موندن تو آمریکا ندارید. بنابراین اگر روی ویزای H و ویزای F هستید، این گریس پریود 60 روز هست. اگر روی ویزای J هستید، این گریس پریود 30 روز هستش. و شما این گریس پریود یعنی چی؟ یعنی مدت زمانی که دولت آمریکا به شما اجازه میده که خودتون آماده بکنید برای خروج از آمریکا، کاراتون رو انجام بدید، وسایل بسته‌بندی بکنید، جمع و جور بکنید، بلیط بگیرید، کار اداری رو انجام بدید و این گریس پریود به این معنی هستش. مورد چهارم که خیلی ذهن بچه‌ها رو مشغول میکنه به خودش، بحث مدیکال بعد از به همراه یا بعد از ارسال 485، این فرم مدیکال یا I-693 چقدر اعتبار داره. ببینید در حالت کلی به این شکل هستش که اگر شما بخواید I-693 رو به همراه 485 بفرستید، بیشتر از 2 ماه از امضای اون دکتر نباید گذشته باشه، یعنی 60 روز بیشتر نباید گذشته باشه، که در حال حاضر این قانون 60 روز هم برداشته شده ولی در اصلش این قانون بوده. و اگر هم که بخواید بعد از اینکه 485 رو فرستادید این رو ارسال بکنید،
مدت زمان اعتبارش از تاریخ امضای دکتر به مدت 2 سال هستش، که یه دوره قبلم یک چند ماه قبلم این اکستند شده بود تا 4 سال، ولی دوره الان برگشته به همون 2 سال. پس به این 60 روز قبل و به این 2 سال بعد از ارسال 485 هم دقت بکنید. من قبلا هم یه ویدیو ضبط کردم راجع به مدیکال که لینکش رو این بالا میذارم و کلا توضیح دادم که چه مراحلی باید طی بشه، چه جوری فرمش باید پر بشه و هزینه هاش به چه شکل هستش. اون ویدیو رو از دست ندید. مورد بعدی که خیلی مهم هستش و میتونه برای شما مشکلات قانونی ایجاد بکنه و حتی میتونه جرم تلقی بشه، عدم اعلام تغییر آدرس شما هستش، که من راجع به این تغییر آدرس هم صحبت کردم قبلا که برای سیتیزن ها، برای گرین کارد ها، برای ویزایی ها چجوری هستش. ولی کلا برای ویزایی ها و برای اونهایی که گرین کارد دارن 10 روز حد اکثر بعد از تغییر آدرس باید گزارش بکنن با فرم AR11 رو و حالا آنلاین یا هر شکلی که هست که من توضیحشو قبلا دادم. برای سیتیزن ها تا 30 روز هستش. البته خب برای سیتیزن ها کمتر سخت میگیرن، ولی بالاخره باید گزارش بشه چون تو ریکورد های در واقع USCIS این لازم هستش. دو تا تایملاین خیلی مهم دیگه، یکیشه اگه این که شما اومدین پرونده 140 خودتون رو یا 485 خودتون رو خواستین پیگیری بکنید و سرویس ریکوست دادید، شما میتونید 30 روز بعد مجدد پیگیری بکنید و بگید که اون سرویس ریکوست من چی شد. پس به این 30 روز و به این حق قانونی خودتون حتما دقت بکنید. و تاریخ دوم این هستش که اگر شما اومدید پرمیوم پروسسینگ کردید، چه برای ویزای اچ، چه برای در واقع 140 که از طریق هر طریق دیگه غیر از NIW داره فایل میشه، موظف هستش USCIS صرف 15 روز کاری که میشه همون 3 هفته معمولی تکلیف 140 شما رو مشخص کنه یا تکلیف در واقع پرونده اچوان شما رو مشخص بکنه. بحث پرمیوم پروسسینگ هستش. و اگر که از این 15 روز گذشت، که معمولا خیلی به ندرت پیش میاد که بگذره، شما میتونید سریع پیگیری بکنید و بگید که پرونده من چی شد. و مورد آخر تایملاین ها که الان در حال حاضر خیلی دغدغه بچه ها هستش و اون این هستش که بچه ها میان با EAD شون کار میکنن و بعد این EAD رو میخوان تمدیدش بکنن. حالا این اولا که اصلا صدور EAD خیلی الان طولانی شده، ثانیا تمدیدش هم یعنی رینیوش هم طولانی شده. بنابراین اگر که شما اومدین درخواست رینیو دادین، توصیه شده که 6 ماه قبل از تاریخ در واقع انتها و انقضای اون EAD بیایید و درخواست تمدید یا رینیو رو بدید. ولی حالا اگر درخواست رو دادید و کارت نیومد، با داشتن همون رسید دریافت مدارک رینیو شما با کارت قدیمی به مدت 180 روز میتونید مجدد کار بکنید. و این 180 روزه مهم هستش که مطمئنن اگر شما 6 ماه زودتر اقدام کرده باشید و بعدش هم 6 ماه هم اینجا زمان دارید، دیگه تا 1 سال معمولا میاد. در حال حاضر بین 6 ماه تا 8 ماه طول میکشه که EAD بیاد، حالا رینیوش هم تقریبا همینقدر. پس به این 180 روز هم دقت بکنید. خیلی ممنونم که تا انتهای این ویدیو من همراه بودید. اگه این ویدیو براتون مفید بود و اطلاعات مفیدی رو به دانش شما اضافه کرد، ممنون میشم که اون رو لایک کنید، با دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید، و اگه این اولین باری هستش که از کانال من دیدن میکنید، لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید، علامت زنگوله کانالش رو هم بزنید تا از ویدیوهای جدید من جا نمونید. خیلی ممنونم.